در این ویدیو میپردازیم به معرفی ده چیزی که باعث میشه سطوح تستوسترون بدنتون به شدت افت کنه و کم بودن تستوسترون در بدن اگه بخوام خلاصه و مفید بگم باعث میشه شما دیگه مرد نباشین هرچی تستوسترون کمتر خصوصیات اخلاقی و ویژگی های ظاهریتون بیشتر شبیه به زنها میشه در مورد اینکه تستوسترون چیه و نبودش باعث چه عوارضی میشه و چطور با روش های گیاهی میشه زیادش کرد قبلا در این ویدیو یه پر مخاطب توضیحات مفصلی داده بودم که توصیه دیگه اکید میکنم بعد از تماشای این ویدیو برین سر وقتش و تماشاش کنین تا انتهای این ویدیو با کانال فارسیکا در یوتیوب همراه باشین و از تماشای ویدیوهای پلیلیست های پر نشین ده چیزی که سطح تستوسترون بدن رو به شدت پایین میاره شماره یک ماهی هایی که توی مزارع کشاورزی پرورش داده میشن و متاسفانه سالهاست توی ایران به شدت رواج پیدا کرده طبق مطالعه دانشگاه ایندیانا و همینطور این مطالعه 13 نو سم در خودشون دارن که یکی دیاکسینها دیوکسین ها هستن که در علف هرزکش ها وجود داره دیوکسین به شدت باعث کاهش سطوح تستوسترون در بدن میشه شماره دو مطالعه به سال 2012 نشون داد گلوکوز موجود در شکر باعث کاهش سطح تستوسترون در بدن و افزایش وزن میشه حتما نیاز نیست شکر سفید رو خودتون با دستاتون بریزین توی چای یا قهوه انواع بیسکویت کیک کلوچه شکلات شیرین شده توسط شکر و هر گونه شیرینی و خوراکی های مشابه دیگه هم همین اثر رو سطوح تستوسترون میذارن شماره 3 تحقیقی که توسط دانشگاه علوم پزشکی نیوجرسی انجام شد نشون داد مصرف دو قاشق پودر سویا طی چهار هفته سطح تستوسترون بدن مردان را 19 درصد کاهش میده و این به معنی کاهش علاقه به ور رفتن با بانوی خونه و کم شدن توان شبیه خون بهش و ایجاد دما که شبیه بادمجون پلاسیده است شماره 4 تحقیقات ژورنال اورولوژی لهستان در سال 2011 نشون داد هر نوشیدنی که برای تهیش از سودا استفاده بشه باعث اختلال در عملکرد دما دستگاه بچه آفرین مردان میشه سودا آبیه که بهش دیوکسید کربن اضافه شده و پایه ساخت نوشابه های گازداره. هر نوشیدنی گازداری که فکرشو بکنین در خودش سودا داره از نوشابه و ساندیس بگیر تا دوغ های گازدار و نوشیدنی های انرژیزا شماره 5 پیتزا و پنیر پر از چربی های شده هستند و در رگ خونی رسوب ایجاد میکنند جریان ورودی خون به بخش تحت تحتانی آقایون رو کاهش میدن و نتیجهش میشه دیدن پمبدانه در خواب توسط شطور چموش تحتانی شماره 6 چیپس و هر نوع زمینی و پاپ که به شکل فسفودی و کارخونه ای تولید شده باشه به علت داشتن چربی های اشباع فراوان روی دما دستگاه شما تاثیر مستقیم منفی میذاره روغن هایی که توی کارخونه ها مورد استفاده قرار میگیرن تا کاملا سیاه نشن از چرخه تولید خارج نمیشن شماره 7 بیسفنول آ ترکیبی شیمیاییه که در ظروف پلاستیکی که توش غذا یا آب معدنی نگهداری میشه وجود داره و به غذا منتقل میشه مطالعه نشون داد رابطه مستقیم بین بیسفنول و کم شدن تعداد و کیفیت سلولهای نطفه مردانه وجود داره و باعث ناباروری مردان میشه مطالعه دانشگاه هاروارد هم نشون داد زنایی که در خونشون سطوح بالای بیسفنول وجود داشت 27 درصد کمتر تخمک گذاری کرده بودند شماره 8 هر گونه نونی که از آرد سبوس گرفته شده تهیه بشه فاقد مواد مغذی مورد نیازه این نوع نون باعث افت قند خون میشن و علاقه به ضرب و چتم خانوادگی بانوان در رختخواب و کاهش و وزن بدن و افزایش میدن شریان ها رو مسدود میکنن و سطح تستوسترون رو به شدت پایین میارن ضمن اینکه مصرف آرد و نون با سبوس پایین باعث ابتلای افراد به مشکلات گوارشی دیابت عقیم شدن و انواع سرطان میشه شماره 9 غذاهایی که توی کنسروهای فلزی تولید و نگهداری میشند، مقادیر بسیار زیادی سدیم در خودشون دارن مثلا کنسرو ماکارونی 1780 میلی گرم سدیم داره که برابر با 10 بسته چیپس تورتیلای با مارک دوریتوسه این یعنی خیلی این مقدار سدیم منجر به افزایش فشار خون و کاهش جریان خون به بخشهایی از بدن نظیر اسلحه مردانه میشه و جریان خون کم هم به معنی بروز انواع مشکلات برای این عضو تاریخ سازه شماره 10 چندین مطالعه از جمله مطالعه‌ای که در تصویر می‌بینید نشون داد آقایونی که مقادیر زیادی گوشتای فراوری شده مثل سوسیس، کالباس، همبرگر و هر چیز مشابه دیگه که در این دسته قرار میگیره میل میکنن سلولهای نطفه کمتری دارن. خوردن فقط یه عدد سوسیس در روز سی درصد اسپرم رو کاهش میده. یکی از علت هایی که اوب جماعت اینقدر زیاد شده همین تستوسترونه.